سلام باربیای سیویلیو، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدین به کانال من. چند روزیه که این آهنگ دورچی رو میخوام ببینم، واقعا کنجکاو شدم ببینم جریان این آهنگ چیه، چون هر جا رو که باز میکنی دورچی وایساده بالا پشت بوم داره همه رو چیز میکنه و خیلی هم میم شده، در حدی که دیگه اصلا میمای پیشرو فراموش شده. الان همه جا میمای دورچیه، کل توییتر فارسی شده دورچی و واقعا کنجکاوم ببینم این چیه داستانش که انقدر میم شده. حتی خودم چند روز پیش یه جا میخواستم یه فوشی بدم، از اون عکس دورچی استفاده کردم که بالای پشت اون، بدون که دقیقا بدونم که چی میگه. حالا بریم با هم دیگه آهنگش رو بشنویم. من فقط نمیدونم چرا توی کانال پوتکیه، یعنی جا خوردم دیدم دورچی کاگان، کانال پوتک، نمیدونم تو لیبل پوتک چیه و آلبوم پوتک هم چند روز دیگه میاد، فکر کنم یکی دو روز دیگه. بریم ببینیم، ویدیو کلیپ هم داره. من اولین بار دارم قیافش رو میبینم، به غیر از این عکسایی که این چند روز ازش دیدم و قیافش چقدر چیزه خیلی خاصه. فامیلیش هم خاصه، مثلا یه جوریه دورچی، مثلا گوچی، ایتالیایی تور میزنه، ولی فکر کنم همون مثلا ترکی هستش، چی داره آخرش، مثلا دور و گو هرچی بوده، ولی خیلی فامیلیش الان به نظر من جذاب. نمیدونم اسمش چیه، اگه میدونیم بنویسین. کاگان هم خیلی جالبه، یعنی هر آهنگی که بسازه شرط میکنه من خودم هم باید تو ویدیو کلیپش باشم. الان نگاه کاگان چه نقشه داره اون بغل. بریم یه چیزی بهتون بگم بعد بریم سراغش. رندوم شما تو توییتر یه جا بنویس اشکان کاگان، اگه 2 دقیقه بعدش نیومد ریپلای بزنه زیرش، یعنی من فکر کنم هر روز داره سرچ میکنه ببینه کی در موردش چیزی میگه، فوری جواب میده ها، یعنی بدون توقف یه جواب میده. و اشکان کاگان قبول کن خیلی بی‌ادبی. آها این عکسش چقدر میم شده، همین که وایساده بالا پشت بوم، خیلی ترسناکه، اصلا خیلی دارک قضیه، عینک زده و لباسش اصلا لباس نرمالی نیست. منو یاد کمونیستای مثلا 50 سال پیش میندازه، کمونیستا خیلی لباسشون جوری. الانم نگاه بکنی تو کره شمالی، خود رهبر کره شمالی و همه این رفیق رفقاش لباسشون اینجوریه. بعد فکر کن تو تاریکی وایسه، بعد پایین میبینی یه جوریه انگار کوتاه شده، خیلی دارکه، بیشتر شبیه قاتلاست. چه بیتش خوبه. دقیقاً کل اینستاگرام و توییتر این شاته که وایساده اون بالا داره همه رو چیز میکنه. انقدر آتوتیون کار زیاده، یه ذره فهمیدنش سخته. بذار من لیریکسش رو بیارم، زیاد متوجه نشدم چی میگه، صبر کنیم. A few moments later. کلا فقط همون یه فعل رو فهمیدم از کل داستان، کلمه آخر رو فقط فهمیدم چی گفتش. دوباره بزنم آقا. خیلی باحاله، یعنی هیچ مشکلی واسه قافیه نداشته، تمام قافیه هاش هم یه دونه فعله، قبلش هم دیگه هرچی به ذهنش رسیده، یعنی واقعا چه فعل و انفعالات شیمیایی تو مغزش اتفاق افتاده که یه همچین لیریکسی گفته. خیلی باحاله. میگه اون که انقدر داد هرس منو، این جملهش دقیقا منو یاد مامانا میندازه، این جمله فقط از دهن یه مادر در میاد. خیلی خوبه. میگه آدم لاشیو، خیلی خوب بود این دیگه چیزه. فکر کنم همه با این قسمتش یه همزاد پنداری پیدا میکنن. اینجا که میگه دیگه در حدی به چیزیه، فکر کنم وضعیت تمام جوانان ایرانی رو داره میگه. اون که خواست انا بچی رو گایدم، که خواستش انا سخت باشه گایدمش، اون که رازم میدونه، اون که قرار نبود کنه رازی تو گایدم. چی شد؟ اولا که نفهمم اون بدبختی که رازتو میدونه رو چرا دیگه خودت رفتی بهش گفتی. انگار که داره در مورد یه نفر میگه، هی میگه که اونی که خواست انقدر بدشیو نمیدونم داره در مورد کی میگه، دیس میس فکر نمیکنم باشه. اون که قرار نبود رازیت کنه رو کی رازیش کرده؟ فعلا نامفهومه داره چی میگه. که خواستش انا سخت باشه گایدمش، اون که رازم میدونه، اون که قرار نبود کنه رازی تو گایدم. خیلی باحاله. چقدر این مدت چند روزه دیدم که یه بحثی دوباره توی رپ فارسی باز کردش که همیشه میگفتن که نمیدونم مگه رپ فارسی دانشگاه پیام نوره، چرا توش دنبال مفهومونه ما از اینجور چیزا میگردیم. و واقعا من ازم خیلی درست میگن، اگه شما دنبال معنا و مفهومونه میدونم آهنگی خیلی چیزی که یا باید بری سنتی گوش کنی یا اصلا اشتباه اومدی، آقا کتگوری و اشتباه اومدی. واقعا هم راست میگن پیام نور نیست. حالا اونی که گفته پیام نور فکر کنم دانشگاه سراسری قبول نشده که گفته پیام نور، ولی در کل دانشگاه نیستش، نمیدونم شبکه 4 نیستش که موزیکه و رپ هم دقیقاً خیابونی ترین نوع موزیکه و قرار نیستش که خیلی توش مثلا مفاهیم هنری و فلان و اینا باشه. به نظرم خیلی باحال داره احساساتش رو میگه و احساس میکنم که یه چیزه، یه سیال آزاد ذهنه، مثلا میبینی یه چیزایی داره به هم ربط میده و هنوز نفهمیدم داره کیو فوش میده و به نظرم خیلی باحاله. یه عده فوش میدادن میگفتن که ببین از یاس و نمیدونم هیچکس رسیدیم به کجا، ولی به نظرم خیلی باحاله. که قرار نبود کنه رازی تو گایدم، که خواسته شد دیشه برا تو، که کنه رازی تو گایدم، دید میداشتم نبوده همون لحشی و گایدم. اوه فهمیدم قضیه چیه. یه داداشی داره میگه دیدی داداشیت هم نبوده همون لاشی و فهمیدم جریان چیه. آهنگ دیسلاوه و انگار که مثلا چیزه با یه دختری دوست بوده و دختره یه دوست اجتماعی هم داشته، از اینکه بهش میگفته داداشی، بعد داداشی نبوده، میدونین داداشی تو نخ این بوده، میخواسته هر طور شده مخ اینو بزنه. بعد از هر دفعه دختره میومده در مورد رابطش با این دورچی میگفته اون داداشیه، یه جوری میخواسته زیراب بزنه. خلاصه داداشی موفق شده و زیرابو زده. گفتش اونی که رازیت کرده، یادتون باشه قبلش هم داشت میگفت رازیش کرده با این کات کرده، حالا میگه اون لاشیو. فهمیدم جریان چیه. خیلی باحاله. واسه معلومه که یه شکست عشقی خورده و داره اونو همش میچیزه. سیس کاگان خیلی خداست، نشسته اون بغل، بعد فاز چیز هم برداشته، صاحب آهنگی هم برداشته. خیلی باحال سیسش. نگاه چه شکلی نشسته، رفته اینجوری تو صندلی، گردن که نداره. اون یکی هم که داره زمین و آسمانو فوش میده. ویدیو کلیپش هم خیلی باحاله. اون که رازم میدونه، اون که قرار نبود کنه رازی تو گایدم، اون که خواسته شد دیشه برا تو، اون که کنه رازی تو گایدم، داشتم نبوده همون لاشیو. بعد خیلی جالبه، داره بدترین فوش رو میده ولی خیلی خونسرد. بعد قیافش رو نگاه کنین، قیافش اصلا شبیه اونایی که همه رو چیز میکنن نیست. واسه شما انتظار داری که یکی با سیس عموجانی باشه، واسه کچلی هیکل گنده ای چیزی، ولی قیافش عین قاتلای خونسرد، دقیقا قاتل زنجیره یا که خیلی خونسرد همه مقتولا رو میکشن. قیافش دقیقا اونجوریه. بعد داره همه رو چیز میکنه. یعنی به نظرم قیافش بیشتر مثلا به این میخوره که چیزه باهاش از این فیلمای دارک وب درست بکنی تا اینکه داستان اون که داد دستم بیسو یه لحظه گم کردم چیزو. آره اون که داد دستم بیسو. میدونی یاده چی افتادم؟ این یارو بودش که اون کسی که این چرخ خیاطی رو داد دستم، همین چرخ بکنم تو این کسی که این چرخشو داد دست. آی همین چرخو بکنم تو جونش. کسکش. بله من معذرت. یاد اون افتادم. اونم دقیقاً تو مصاحبهش میگفتش که اون کسی که این چرخو داد دستم و فلان، فکر کنم این حالا در مورد بیس میگه. بچه ها بکنم داره به جایی بدش میرسه. اولش داشت داداشی دختره رو چیز میکرد، بعد الان هی داره پیشرفت میکنه، هی میگه اونی که نمیدونم نقطه ضعفمو میدونه، اون که میخواست فلان شه، اون که میخواست فس شه. میترسم یه جایی کم کم برسه به اونی که داره به این آهنگ ریاکشن میکنه. داداش اگه ما هم چیز نمیکنی ادامه بدیم، چون خیلی دیگه داره مشکوک میشه. به نظر من ویدیو کلیپش خیلی باحاله. میدونی چه؟ ریتم کار، بیت کار خیلی دقیقا به همین حس و حال میخوره که بذاری تو ماشین و همینجوری توی خیابون بی هدف رانندگی بکنی، و دقیقا همونو داره ویدیو کلیپ به نظر من نشون میده. یعنی فکر میکنم این آهنگ واقعا حال میده باش همین کارو بکنی، به خصوص آخر شب بذاری تو ماشین، صداش هم زیاد بکنی، به خصوص اگه اینجوری ماشینت هم کروک باشه و همینجور عالم و آدمو چیز بکنی. به نظر من خیلی ویدیو کلیپش، اصلا به نظر من ایده کار خیلی باحاله. نمیدونم چرا اینقدر این آهنگ بی‌محتواه، ولی من نمیدونم چرا اینقدر دارم باش حال میکنم. و به نظرم یکی از علتهای باحال بودنش بیتشه، با اینکه خیلی مونوتونه ولی نمیدونم چه جوریه تو مخت میره. ولی خیلی نامفهومه، خیلی نامفهوم. یعنی اگه لیریکس جلوت نباشه واقعا دفعه اول نمیفهمی داره چی میگه. دیگه داداش گفتن اوتوتیون نه دیگه، تا خشتک ببندی تو کار. خیلی اوتوتیونش زیاده و فکر میکنم واقعا یعنی حتما از قصد بوده این کار. انقدر همه چیز این آهنگ متفاوت و جالبه، انگار که این کارم مخصوصا کرده، اینقدر اوتوتیون. آخر قصه رو گایدم که خواست سلم جادو باشی ماما هم کسیش رو گایدم. وای خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. چی میگه؟ داداش با کی هستی؟ همه رو مالوند، یعنی همه رو مالوند. همه رو مالیدم، همه رو مالیدم. آخر قصه رو گایدم که خواستم جادو باشی ماما هم کسیش رو گایدم. اون که خواست قبل بعد تا بلونه قبل بعدش رو گایدم، نسونی من رو گایدم. با راه نصف و نیمه چی کار داشت؟ اون لاشیه رو فهمیدم، اون داداشیه رو فهمیدم، نمیدونم اونی که قبل و بعد تو رو فهمیدم، این راه نصف نیمه رو نفهمیدم منظورش چیه. یعنی به هیچی رحم نکرده دورچی، به هیچی. اینو خیلی حق میگه. یعنی واقعا اونی که دهن لقه رو واقعا که چه فعل بدی نمیشه گفت. چجوری رود شدش توی آهنگ این همه تعداد اینو تکرار کنی؟ تریپ ادا تنگو. اون که دهن لقه رو گایدم، اون میخواست دل من بمونم، اون لشگمونم بدونم، به چی و گفته رو گایدم، اون که خواستن جدا باشی ماما همون گستیش رو گایدم، اون که باشی رو گایدم. سنگین ترین دیس های رپ فارسیه، منتها دیسش به نظرم به یه خواننده نیستش، به اونیه که مخ دوست دخترش زده، همون داداشیه، ولی خیلی دیس تر و تمیزیه. من منتظرم یه جا چیزه به این کاگان هم یه چیزی بگه، چون هیچ کس از زیر دستش در نره، همه رو داره میگه و فکر کنم یه جا مثلا بگه اون کسی که این بیتو واسه من ساخت و ببین چقدر تصویر دارک شد، اون بالا هم داره رعد و برق میزنه، نمیدونم اینا افتر افکت بوده یا واقعا مثلا رعد و برق میزده، ولی خیلی این تصویر دارکه، نگاه قشنگ انگار فیلم ترسناکه، دورچی عین قاتلاست. این ریمیکسش خیلی خوب بشه، یعنی با یه دونه مثلا ریتم تند خیلی باحال میشه، قشنگ خوراک مهمونیه، خیلی باحاله. امیدوارم یه نفر همت کنه این آهنگو یه ریمیکس خوب ازش در بیاره. این اکسترا دریمز چیزه، کارگردان بوده، خیلی باحال بود، من نمیدونم خیلی من با این آهنگ حال کردم، یعنی از این آهنگاست که دلم میخواد بره توی پلی لیستم، به نظرم خیلی چیز جالب و جدیدی بود، یعنی واقعا خود کانسپتش خیلی باحال بود، فوش دادن به تمام چیزایی که تو مخت رفتن و مثلا بیان کردن احساسات. من فکر کنم مثلا حالا درسته که این داشتش در مورد بیشتر انگار در مورد اون کسی که مخ دوست دخترش رو زده رو میگفت، ولی فکر کنم که مثلا هممون باش یه جوری ارتباط برقرار کنیم، یعنی یه جور همزاد پنداری فکر کنم همه داشته باشن، چون که هر کسی یعنی هر ایرانی از صبح که بیدار میشه تا شب که بخواد بخوابه یعنی داره 100 نفر رو چیز میکنه، این چیز میکنه دیگه، و برای هم منظرم خیلی باحال بود و بیت کار واقعا قشنگ بود، من خیلی با بیتش حال کردم، واسه همین خیلی رفتش تو مخم. منم در طول روز فکر کنم چند دفعه یه موضوعی هستش هی میگم من اونو چیز کردم، شما بنویسین شما چی هر روز میگین که تو رو بنویسین ببینم، خیلی باحال بود جدی. یادتون نره سابسکرایب بکنید، یه کانال دارم آموزش زبان میدم، یاد بگیرید یه ذره زبان یاد بگیرید، خیلی به دردتون میخوره در دنیا و آخرت، از اینا هم یادتون نره. مرسی که با من شنیدین، از اینا بهتون خدافظ.